بریم توی پیچای لواسون با جیلی آسکارا، ماشینی که روی پلتفرم ولوو XC40 ساخته شده و خیلی هم بهش دل خوش کردن مشتریان و مالکانش. ماشینی که دو دیفرانسیله و حدود قیمتی 2,700-800-900 داره، رقیب تیگویت پرو پرو مکس، بیشتر پرو مکس به خاطر دو دف بودنش و بیشتر پرو به خاطر قیمتش. هندلینگ رو میبینین اینجا، با این سرعتی که من میرم توی پیچا شما با من همراه باشید و بریم سراغ پیچ سراتو، پیچ معروفی که اینجا سراتو کوپه اسپین کرد و اینجا ببینیم بچرخیم. خیلی خوب جمع میکنه، ESP‌ش هماهنگ با گاز و گشتاور، نمیذاره نه زیاد بشه نه کم بشه، همون به اندازه نگه میداره و ماشین هم ارتفاعش بلنده. ماشینی که یک کراس‌اوور مید سایز 5 نفره است و جزء وارداتی این چند وقت اخیره. گیرباکس افسرعته دو کلاچه، موتور 3 سیلندر 1500 سی سی ترکیب شده با موتور الکتریکی که مایل هایبرید بهش میگن و 190 اسب بخار، 300 نیوتن متر گشتاور، وزن 1 تن و 745 کیلویی. ببینید چجوری پیچا رو من میزنم، اصلا هندلینگش واقعا چیز خفنیه. بریم دوباره یه گاز دیگه بدیم سر این پیچ، به بغل میلغزه، بله دیگه تهش باید در بره دیگه. با این شدتی که من روندم تا حالا به هیچ کدوم از چینه اینقدر فشار نیاوردم، چینه شاسی بلند که میگم، چون میخوام به چالش بکشم. برند جیلی یکی از برندهای خوبی است که مخصوصا توی امارات من خیلی زیاد میبینمش. جیلی، چانگان و امجی سه تا برندی هستن که بیشترین تعداد رو توی بازار امارات دارن، حداقل توی خیابونا که دیده میشن. روی سربالایی با کولر روشن و دو نفر سرنشین، من و مالک داریم پیچای لواسون رو میزنیم برای اینکه ببینیم که آیا این ماشین هندلینگش به تیگویت پرو پرو مکس میرسه یا نه. تا اینجا چیزی که من دیدم تقریبا برابر بودن با هم دیگه، یعنی تفاوت محسوسی با هم نداشتن، فقط این ماشین یکم صلب‌تره، یکم محکم‌تره زیر دست، تیگویت پرو پرو مکس بزرگتره و یکم پهن‌تر، برای همین میتونین تو این حدودا فقط تفاوت رو احساس کنین، وگرنه از نظر هندلینگ عکس العمل شاسی ماشین به پیچیدن دوتاشون برابرن. یه تفاوت فاحش که دارن اینه که وقتی که ESP میاد توی مدار، تیگویت پرو پرو مکس و فونیکس فیکس اینا گازو محدود نمیکنن، گاز میخورن، یعنی موقعی که ESP روشنه گاز میخوره که اونم اشکال برنامه‌ایه، میتونه در آینده رفع بشه، ولی توی ماشین مشکلی نداریم و موقعی که ESP میاد توی مدار گاز محدود میشه، گشتاور سر چرخ محدود میشه و نمیذاره ماشین که بیشتر گاز بخوره و به خطر بیفته. این ماشین اگه از جلومون رد بشه که رد نمیشه، ما مجبوریم از بغل بزنیم و میریم تو شکم پیچ دوباره گاز میدیم. ببینید الان محدود کرده قشنگ داخل شکم پیچ، من حرکت میزنم بدون اینکه ماشین در بره، خیلی فشار بیارین در میره، مثل همون پیچ قبلی که توی سرازیری بود، اونم دیگه یه چیز طبیعیه برای اینجور ماشینا. شاسی ماشین که شاسی ولوو XC40 عکس العمل خوبی داره نسبت به پیچا، ولوو هم که دیگه خدای ایمنی و اینجور چیزا هست. برای دیدن شتاب 0 تا 100، آپشن ها، ایرادات، خوبی ها، مزایا، مقایسهش با تیگویت پرو پرو مکس، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. این طراحی زیبایی که میبینید روی سویچ ماشین برای جیلی آسکارا یکم عجیب غریب بود که یه ماشین دو دیفرانسیل کراس اوور که قیمتش هم نه چندان زیاد هست توی بازار جهانی و توی ایران تقریبا رقیب مستقیم تیگویت پرو مکس محسوب میشه، با اینکه اون قدرتی و اسب بخاری از این ماشین خیلی بالاتره، ولی به هر حال چیزی که توی بازار هست و قیمتاشون به هم نزدیکه. این ماشین حدود 2,600-700-800-900 اینجوری تو این بازه قیمت میخوره، حدود 200 تومن 300 تومن از تیگویت پرو مکس ارزون تره و به خاطر مشخصات فنیش بیشتر میتونیم با تیگویت پرو یعنی تک دیفرانسیل مقایسهش کنیم، ولی از نظر دو دیفرانسیل بودن باید با پرو مکسش مقایسه بشه. ماشین مونتاژی نیست، وارداتی هست و به خاطر همین انتظارات بالاتره، قیمتش هم تو حالت برابر بالاتر هست. کیفیت رنگش خیلی بهتر از تیگویت پرو مکسه و کیفیت ساخت و متریالی که میبینین قشنگ مشخصه که این ماشین با اونی که
ما سوار میشیم به اسم تیگویت پرو پرو مکس تفاوت داره. اما از نظر طراحی به نظر من تیگویت پرو مکس تا حدودی بالاتره. این چیزی که واقعیته، هم از نظر ابعاد گنده بودن، طول و اون 7 نفره است، این 5 نفره. و توی این ماشین بیایم بهش بپردازیم. لوگوی ماشین که خیلی شبیه کادیلاک هست و دقیقاً جلو پنجره هم به همون حالت سه بعدی در آوردن. یه سپر طراحی میتونم بگم متوسط، نس خیلی شلوغ شده، نه خیلی ساده هست و خط و خطوط توش نقش بسته. چراغای به شدت خوشگلی که داره، چراغاش خوشبختانه کور نشدن از این باریکایی که من به نظرم کلا ماشین کور شده با اون چراغا. و یه کریستال با کیفیت، شفافیت بالا، LED هایی که خوب خودشون نشون میدن و رینگای 18 اینچی با فاق لاستیک 60% از پهنه 225 که فاق خوبی هم به اون میده و انتظار سواری نرمی رو برای اون ایجاد میکنه. آینه‌ای که راهنما روشونه و یه خط نقره‌ای روش هست. از بغل که نگاه میکنی ارتفاع ماشین ارتفاع خوبی هست و مثلا با جتای VS7 که چند ویدیو قبلی بررسی کردیم مقایسه کنیم، این ماشین از اون یکم بلندتره. یه روفرک داریم اینجا و این قسمت عقبش منو یاد مثلا ماشینه مثل لکسوس آریکس که خیلی قبلتر اومد اینو ترند کرد، یا مثلا ماشینه چانگان اینجا مثل همونه. انگار که دیگه بازار از اون حالت تنوع در اومده و همه ماشینو دارن مثل هم انجام میدن. انگار دو نفر دو تا داداش طراح تمام شرکت های خودروسازی شدن، انقدر که شبیه هم هستن. تو نمای عقب دوباره تفاوت طراحی رو میبینیم با رقیبش مثل تیگویت پرو و پرو مکس. و اینجا یکم طراحی میتونم بگم خط و خطوط بیشتری داره، شلوغ‌تره و کرومکاری بیشتری داره. از نظر گرافیک چراغ هم یه چیز کاملا سلیقه‌ای، من بیشتر اینو دوست دارم نسبت به تیگویت پرو پرو مکس، ولی اون ماشین کلا از نظر ابعادی جذاب‌تره و بزرگتره و طراحیش هم تا حدودی بیشتر تو دل میره. 4WD نوشته شده که در اصل از نظر فنی اشتباهه، باید بنویسن AWD، ولی دیگه به هر حال یه غلط مصطلحی شده برای ماشینای دو دیفرانسیل یا چهار چرخ محرک. آسکارا هم که اینجا نوشته شده، دو تا خروجی اگزوز بزرگ و یه رنگ نقره‌ای بالاش زده شده که این رنگ نقره‌ای ممکنه به خاطر ضربات ریزی که توی ترافیک مزخرف ایران و فاصله کم بهش میخوره مشکل ساز بشه و رنگش بپره. صندوق ماشین برقی هست و ابعادش به تیگویت پرو پرو مکس نمیرسه، این یه چیز مسلمه، اون خیلی از این بزرگتره. و از زیر اینجا یه زاپاس فرغونی و چند تا آچار هست، هیچ چیز دیگه ای نداریم. روی صندوق آخرش یه باله هست که یه شکل و یه استایل خوبی به ماشین داده. این پایینش هم یکم پایین‌تر اومده و یه چراغ هم اینجا تعبیه شده. و بریم سراغ مشخصات فنی. وقتی که حرف از یک کراسوور مید سایز دو دیفرانسیل میاد، انتظار داریم که ماشین حداقل 1600 یا 2000 سی‌سی توربو باشه، حداقلش برای اونم ماشین چینی. ولی اینجا یه ماشین 1500 سی‌سی توربو شارژ داریم که 3 سیلندره، 4 سیلندر نیست و ترکیب شده با یه سیستم برقی که سیستم هایبرید ملائم بهش میگن. قبلا توی BMW X6 6 سیلندرش بررسی کردم، مایلد هایبرید بهش میگن. یه کمی تغییرات خیلی جزئی داره تو سیستم برقی، به جای دینام از یه جنراتور استفاده میکنه. بریم در موردش مطالعه کنیم. باحال، مجموعاً یه موتور 3 سیلندر برای یه ماشین دو دیفرانسیل 190 اسب بخار و 300 نیوتن متر گشتاور رو به وسیله یه گیربکس 7 سرعته دو کلاچه تر به چهارچرخ منتقل میکنه. چهارچرخ فول تایم از پارت تایم نیست و وزن 1745 کیلوی این ماشین کمپانی گفته که 9.7 ثانیه طول میکشه از صفر به 100 برسه، که من چشم زیاد آب نمیخوره. چرا؟ چون این ماشین وزنش 200 کیلو از تیگویت پرو بیشتره و تیگویت پرو 9 ثانیه زد، این ماشین باید حدود 10.5-11 بزنه. چرا که به ازای هر 100 کیلوگرم ماشینای مثل اینا یک ثانیه شتابش رو فرق میکنه. بریم شتابش رو ببینیم، بعد ترمز، بعد برگردیم. دنده رو میذارم روی حالت دی و روی حالت دستی، حالت رانندگی هم میذاریم روی اسپورت و بریم ببینیم چی از آب در میاد. یکم لگ و کپ داره، اونم به خاطر سیستم هیبرید و کوپلینگشه، ولی بعدش اوضاع خوب شد. 11 ثانیه این لگ اولیه‌ای که داره تا
تازه بنزین با اکتان خوبم از اکتان خودمون جرمینال، ولی کمپانی گفته بود 9-7 11 ثانیه اختلاف داره. تست ترمز رو طبق معمول از سرعت 100 کیلومتر به پایین انجام میدیم برای اینکه ببینیم چه ترمزی میزنه. یه ترمز سنگین زدیم و ببینیم که نتیجه‌اش چی میشه. 46 متر. در حد فیدلیتی ایناست دیگه. رقم‌ها رو اگه یادتون باشه در حد اوناست. انتظار داشتم حداقل 42-3 بزنه ولی همینه دیگه. در رو که باز میکنیم دستگیره خوشگلش با کروم تزیین شده و سنگین بودن در خودش رو نشون میده. وقتی که میبندین و باز میکنین نسبت به تیگو 8 این قضیه محسوس هست. متریال روی در متریال خوب نیومدن زرق و برق بدن، خیلی نرم کاری توش نیست ولی با کیفیت، مخصوصا کلیدا. و تو قسمت در بازکن یه دستگیره بزرگی داریم، یه متریال، یه تکسچر خوب. اینجا تو صندلیا صندلی خیلی خیلی اختلافش با تیگویت حس میشه، یعنی هم از نظر طراحی هم از نظر چرم ارگونومی روش بشینی و از نظر صندلی این ماشین کاملا متفاوته با تیگویت و بالاتر. صندلی راننده مموری سیت داره، گرم کن سرد کن داره و آپشن‌های برقی کلا همه چی با هم دیگه داره. تو بخش طراحی فرمون با یه فرمون کوچیک طرف هستیم که دیکات هم هست و لوگوی جیلی وسطش نقش بسته. کلیدا خیلی کم ساده و فرمون توی 4 جهت قابل تنظیم هست. دست راهنما برپا کن ای بگی نگی چندان با کیفیت نیست که بگم خیلی خوبه، در حد بقیه اعضای ماشین. همه جا سافت تاچه، جای هداب دیسپلی اینجا خالیه، قشنگ معلومه. کلاستر یا همون صفحه کیلومتر یکم تو عمقه، تو گودیه، ولی کیفیت و کنتراست خوبی داره و رنگا خیلی جذاب هستن. اصلا حالت کارتونی و فانتزی اینا نداره، یه حالت اسپورتی توی رنگ قرمزش داره که دو تا حالت دیگه هم داره و توی تنظیمات داخل مونیتور شما توی دیسپلی میتونین انتخاب کنین. یه حالت زرد داره و یه حالت آبی هم داره. من رنگ قرمزشو بیشتر دوست داشتم چون اسپورتی تر هست. در مورد مونیتور صحبت کنم که تاچ خیلی خوبی داره، ریسپاندش خیلی خوبه و خیلی سریه نسبت به مثلا تیگویت پرو پرو مکس که کلن یه سرگردان بالاتره، هم از نظر کاربری، هم از نظر پیدا کردن المانا و هم سرعت، روشنایی، هر چیزی که بگین از اون بالاتره. کم رنگ توش به کار رفته، نیومده خیلی رنگا رنگش کنن که عجق و عجق بشه. کمترین رنگ با کیفیت و درست حسابی براتون جواب میده. کولر ماشین هم به وسیله این دکمه ها تنظیم میشه که خیلی شما راحت میتونین این دکمه ها رو به وسیله دست پیدا کنین موقع رانندگی و اصلا دیگه اذیت شدن این که کجا برین تو سیستم چی کار کنین و نداره. به نظر من این خیلی خیلی مهمه و توی اروپا هم دارن به این گیر میدن که یه سری دکمه های اساسی رو نباید بندازن توی سیستم مونیتور که خطر تصادف پیش نیاد. این قسمت کنسول وسط من یاد پورشه میندازه و قشنگ معلوم از DNA پورشه استفاده کردم، مخصوصا این دو تا دسته و اینجا که یکم شیب داره. دکمه ها بغل لیور دنده، یه لیور دنده الکترونیکی که شبیه BMW است، یعنی از اون اقتباس کردن. این بغل یه فضای ساده برای خرت و پرت هست و متریال خوبی که دور لیور دنده است. بعدش پلاستیک پیانویی که ممکنه یکم اذیت کنه برای خط و خش اینا. دکمه های بغل فرمون هم دوربین 360 درجه، سنسورهای پارک، کنترل حرکت در سراشیبی و ESP، اوتو هولد، ترمز پارک برقی و تغییر حالت های رانندگی که اکو، کامفورت، آفرود و اسپورت داره. ما همیشه روی اسپورت میریم، روی آفرودش هم ممکنه یکم گشت‌آور رو محدود کنه ولی زیاد مهم نیست چون این ماشین در اصل آفرودی نیست. نه این، نه تیگویت پرو مکس. کنسول وسط محفظه خوبیه، سردکن داره، خنک‌کنه محفظه داریم، دو تا کاپولدر، یکی بزرگ یکی کوچیک. سقف ماشین یه پارچه با کیفیت. یه نکته‌ای که من برام جالب بود این قسمت کلیدا رو اومدن یه حالت آلومینیومی با کیفیت زدن که نسبت به تیگویت پرو پرو مکس بالاتره و اون احساس لوکس بودن رو القا می‌کنه. با اینکه داخل تیگویت پرو پرو مکس به خاطر اون مونیتور بزرگ
اونایی که عاشق مانیتورن دیوونهش میشن، ولی اینجا این ماشین به نظر من استانداردتر ساخته شده از نظر طراحی. حالا ممکنه یکی بگه که اونو من دوست دارم. سقف پانورامیک خیلی بزرگ تا پشت سر ردیف عقب رفته که این خودش یه نکته مثبت محسوب میشه. آینه بزرگ میتونم بگم لنکروزی هستن، ابعاد کامل پوشش میدن. و یه نکته در مورد این ماشین بهتون بگم که اینا سفارش خلیج هستن، زیر آینه ها عربی نوشته شده که حالا اجسام از آنچه میبینید در آینه به شما نزدیکترن به صورت عربی، که این وجه تمایز خیلی خوبی هست برای این ماشین و اونایی که میخرنش. چرا؟ چون ماشینایی که خلیجی هستن نسبت به بقیه سفارشات هر جای دنیا یه پوان مثبتی که داره اینه که سیستم کولانتشون، یعنی خنک‌کن موتور، خنک‌کن روغن و البته سیستم کولرشون خیلی قوی تر از بقیه کشوراست. مثلا ماشینایی که سفارش آمریکا و کانادا هستن کولرشون خیلی ضعیفه، رادیاتورشون کوچیکه و خنک‌کن موتورشون ضعیفه، ولی اینجا توی این ماشینا قوی تر است و کولرش هم توی رانندگی بهتون میگم که چقدر کیفیت داره. صندلی که بهتون گفتم چرم صندلی کیفیت خوبی داره و متریال و طراحی داخلی چشم نوازه، اصلا حرفی توش نیست که بخوایم بهش ایراد بگیریم. یه دوربین ثبت وقایع هم اینجا هست که تقریبا همه ماشین دیگه الان دارن، اصلا اینا رو من زیاد بهش توجه نمی کنم، ذکر نمی کنم، چون دیگه همه بای دیفالت دارن. بریم سراغ عقب. تفاوت ابعادی که با تیگویت پرومکس گفتم این ماشین داره اینجا تا حدودی خودش رو نشون میده. ردیف عقب تیگویت کلا از این ماشین تا حدودی راحت‌تره، میتونم بگم انقدر فاصله پا و اینجور چیزا راحت‌تره، ولی اینجا هم کامل راحته، نه سر سقفو میگیره نه هیچ چیز دیگه ای. وسط دو تا دریچه هوا داریم، دو تا یو اس بی داریم برای شارژ کردن، یه چراغ کوچیک اینجا داریم، سقف پانورامیک تا پشت سر من رفته، پشت سر یه کامل فعال هستن و این قسمت هم یه کنسول وسطی که رنگ پیانویی بهش اضافه کردن برای اینکه لوکس‌تر نشون میده که بال هم هست. و اینجا دو تا کاپولدر داریم، چیز دیگه ای نداریم. برای ردیف عقب به نظر من یه 10% تیگویت پرو پرو مکس از این ماشین راحت تر هستن، یه 10%. ردیف سوم هم که این ماشین نداره ولی تیگویت پرو پرو مکس داره. صندلی شاگرد دو تا کنترلر برقی هم داره برای حالا تنظیم برقی، از این فنسی پنسی بازیه که یه سری دارن انجام میدن توی ماشینا که بگم مثلا اینم شبیه لیموزین و اینجور چیزاست که از اینجا کنترل کنن. اون نفری هم که رو اون صندلی نشسته اینجوری بدی جلو طرف اونجا له میشه. وقتی که نگاهتون به این ماشین مثل یه ماشین شهری مسافرتی خانوادگی باشه که زیاد باش گاز ندین و زیاد بهش فشار نیارین، همون مصرفی که واقعا براش ساخته شده، از نظر سواری، از نظر کیفیت و اطمینانی که پشت فرمون دارین یه حس خیلی خوبی بهتون میده و از تیگویت بالاتره. از نظر ابعاد داخلی، از نظر بزرگی تیگویت اوضاع بهتری داره، از نظر آپشن و امکانات تیگوی تا حدودی بهتر هست. من سردکن صندلی رو روشن کنم برای خودم، البته بیشتر فنه تا سردکن، و شاگرد و راننده دوتاشون دارن، دیده به جلو خیلی خوبه، مخصوصا به خاطر اون دوتا خطی که روی کاپوت هست یه حس خفنی بهتون میده، حسی که کمتر توی ماشین این رده دیده میشه. دیده به اطراف به خاطر آینه بزرگش خوبه و دیده به عقبم میتونم بگم سوسو نرماله، خیلی شیشه عقبش بزرگ نیست و پشت فرمون دکمه ها راحتی دسترسی به همه چی خیلی بهتر از تیگویت، چرا که توی تیگویت تقریبا همه چی شده لمسی و دیگه اون راحتی دکمه اینا رو نداره. من که خودم دکمه بازم اینا رو بیشتر دوست دارم، ممکنه یه سری از مشتری برعکس من فکر کنن و بگن که نه ما لمسی و مانیتور و تاچ و اینجور چیزا دوست داریم. بهتون گفتم که کنتراست و کیفیت رنگ کلاستر و مانیتور خیلی خوبه، ولی از نظر رفرش ریت بخوام با تیگویت مقایسه کنم، رفرش ریت یعنی همون سریع بودن اعداد و ارقام داخل کلاستر نسبت به تغییرات ماشین و اون عکس العملش نسبت به تیگویت خیلی بهتره، اوضاع بهتری داره. ببین به محض اینکه گاز میدم دنده عوض کنه یا هر چیزی زود برمیگرده دور موتور، ولی توی تیگویت اینجوری نیست و یه لگی داشت که اونجا توی بررسیش بهتون گفتم میتونیم بریم ببینیم. فرمون یه فرمون کوچیک ساده هست، توی تیگویت فرمون طراحی بهتری داره، یکم فنسی پنسی و فانتزی و یکم جذابتر حداقل برای مشتری ها.
ما فعلا داریم در مورد مشتری صحبت میکنیم که استفاده نرمال شهری مسافرتی داره و دنبال ماشین بازی اینجور چیزا نیست. گیرباکس این ماشین حالت تیپترونیک هم داره ولی شیفتر پشت فرمون نداره. توی تیگویت ما این قضیه رو داریم. کلا میگم تیگویت چه پرو چه پرو مکس از نظر امکاناتی یه سطح از این ماشین بالاتر هستن. اگه تیگو 7 پرو مکس بیاد بازار اون رقیب این ماشین میشه، هم از نظر قیمتی تا حدودی و هم از نظر ساختاری و ابعادی. تیگو 7 پرو مکس با این ماشین بیشتر نزدیکه. میریم یکم رو حالت اسپورت و پامو میذارم روی گاز، حالت رانندگی هم میذارم روی اسپورت که چندان هم حالا تفاوتی نداره، خودمونیم. خیلی عکس العملش عجیب غریب نیست نسبت به اینکه حالت رانندگی عوض کنی، ولی رانندگی و اون حس صلب بودن پشت فرمون نسبت به تیگویت بهتره. توی تیگویت یه احساس شلی میکنی، یه احساس اینکه یکم ماشین وله، حتی توی بررسیش هم گفتم، ولی توی ماشین صلبتر محکمتر. اما تیگویت چه پرو مکس از این ماشین سیستم تعلیق نرمتری داره. این ماشین یه ذره از اون خشکتره. اون ماشین به حکم اینکه شاید بگم یکم شلو وله، یکم هم نرمتره و سواری راحتتری بهتون میده نسبت به این. ولی الان توی خروجی لواسون هستیم، اینجا دقیقا همین قضیه مشخصه. رینگای ماشین هم رینگای 18 اینچیه و خیلی هم بزرگ نیست، خیلی هم کوچیک نیست. اینجا تفاوت رو احساس میکنیم که تیگو 8 پرو و پرو مکس از این ماشین تا حدودی نرمتر هستن. از نظر عایق بندی و صدای موتور این ماشین خیلی اوضاع خوبی داره و خیلی خوب کابین رو از صدا محافظت میکنه. و توی بخش گیربوکس بهتون بگم که گیربوکسش چندان عجیب غریب نیست، یعنی من انتظار داشتم بهتر باشه ولی تا حدودی گیربوکس تیگویت پرو پرو مکس از این ماشین بهتره. اونم 7 سرعت دو کلاچه هستن، این ماشین هم همینطور، ولی اون عملکردش بهتره. چرا؟ چون احساس میکنم این ماشین یکم لگ برنامه‌ای داره، یعنی برنامهش گیجه، نمیدونه داره چی کار میکنه. بعضی موقع معکوس رو میده، بعضی موقع دیر میده، موقع لانچ کردن یکم وای میسته، فکر میکنه به تعویض دنده. این باید اصلاح بشه در آینده، وگرنه از نظر کیفیت متریال، یعنی پامو تخته میکنن دوباره روی گاز، از نظر متریالی و اون کیفیت ساخت و فیت اند فینیشی که میگن تمام شوندگی یا تمام کنندگی، این ماشین از تیگویت بالاتره و کوچیکتر هم از جمع و جورتر نسبت به اون. تیگویت یکم بزرگتر و یوغورتره. مرتب با اون مقایسه میکنم برای اینکه ملاک باشه براتون، چون اونا رو قبلا بررسی کردم. کولر این ماشین همونطور که بهتون گفتم ماشین جی سی سی هست، سفارش خلیجه، روی آینه هم عربی نوشته اون توصیه دیدن اجسام رو. کولرش خیلی خوبه، خیلی که میگم، یعنی میتونم بگم جزو بهترین کولرهایی که تو ماشینای چینی هست و اصلا شما هیچ گونه کمبودی تو بخش کولر نخواهید داشت. تو بخش کولانت یا همون سیستم خنک‌کن موتور، روغن موتور و روغن گیربوکس، این قضیه بیشتر خودشو نشون میده، چون ماشینایی که سفارش خلیج هستن به خاطر اینکه آب و هوایی مناطق گرمتر هست، از همون کارخونه تعمیداتی براش اندیشیده میشه. بخوام یکم بیشتر به ماشین فشار بیارم برای اینکه ببینم کولر از مدار خارج میشه یا نه، که مقایسه باشه با تیگویت پرو پرو مکس. قبل اینکه حتی فیلمم بگیرم من فشارا رو آوردم و خیلی هم فشار آوردم بهش، از مدار خارج نشد، نه کم شد نه هیچ چیز دیگه ای، و این خودش یه پوان مثبت محسوب میشه نسبت به تیگویت پرو پرو مکس، به خاطر اینکه اون این مشکل رو داشت که اونم برنامه‌ای بیشتر که میتونه کمپانی رفعش کنه و هر چیز عجیب غریب و سختی نیست. صدای خیلی کمی میاد تو کابین، نسبت به تیگویت هم کمتره. این خودش یه پوان مثبتیه که برای اونه که به صدا حساس هم مثل من توی ماشین اینجوری براش مفیده. اگه ماشین اسپورت باشه، ماشین 8 سیلند باشه، یوغور کیت اگزوز اینا، اون موقع صدا فرق میکنه. ماشینای شهری، ماشین مسافرتی نباید صدا بدن. باید عایق بندی خوبی داشته باشن که این ماشین تو این قضیه بهتره. عملکرد گیربوکس رو میبینین که چه جوری هست و چندان عجیب غریب نیست. بحث خدمات هم بهتون بگم که خدماتش نسبت به تیگو 8 که هم مونتاژی هم داخلی و شرکتش هم یکم بزرگتره، این ماشین یکم خدماتش توی پام هست. تست کشش سربالایی لشکرک و
سرعت تقریبا 80 تا زیر دوربین، پامو تخته میکنم روی گاز ببینم که موتور 3 سیلندر 1500 سی سی توربو با تکنولوژی مایلد هایبرید یا همون هیبرید ملایم که روی بی ام و X6 2023 هم بود، قبلا ویدیوشو گذاشتم، ببینیم که چه راهی میره برامون. اینجا مجبوریم یه چپ و راستی کنیم تا اینا اثر رو برن کنار، طول میکشه. 129 تا 130 تا نهایتاً 132 تا بره که نسبت به 190 اسب بخاری که داره و وزن 1700 خورده ای به نظر من باید بیشتر میرفت، ولی سه سیلندر و هایبرید نمیدونم. شما بگین اصلا نظرتون چی بود در مورد شتاب و کشش سربالایش. بخوام جمع‌بندی کنم، با بودجه 2700-800-900 نزدیک حالا 3 میلیارد بگیم، بین این ماشین و تیگویت پرومکس، اگه دنبال سرعت هستین قطعا تیگویت پرومکس، اگه دنبال بزرگی هستین تیگویت پرومکس، اگه دنبال آپشن یکم بیشتر حالا نه چندان زیاد هستین تیگویت پرومکس، اگه دنبال کیفیت مونتاژ خوب، متریال خوب، اون حس اطمینان بیشتر و وارداتی بودن این ماشین هستین قطعا این ماشین، اگه دنبال اعتبار برند هستین که یه برند معتبر سوار بشین، جیلی که خیلی وقت خودشو دیگه ثابت کرده، قطعا این ماشین. اگه دنبال این هستین که ماشینتون از نظر مصرف سوخت بهینه‌تر باشه، دوباره این ماشین، چون مصرف سوختش حدود 10-11-12 با همه فشارهایی که ما میاریم الان تقریبا دیگه تهش رو رفتیم 14 لیتر شده، همین فشار رو به تیگویت پرومکس آوردیم 20 لیتر رو رد کرد دیگه نمیشمرد اصلا. و شما بگین که با این بودجه کدوم ماشین از این دوتا یا اصلا چه ماشین دیگه ای؟ تا یه ویدیو دیگه بدرود.